خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. من، همیهنان گرامی، از زمانی که به آمریکا آمدم و برنامه های تلویزیونی و رادیویی رو اجرا می کنم، همیشه دلم می خواسته در مورد مسائل امیدوار کننده صحبت کنم و آینده روشنی رو که در انتظار ملت ماست بعد از این روزهای بسیار غم‌انگیز و وحشتناک، به جوانها، به بچه های جوان خودمون، من و شاید سایر همکارانم این موضوع رو مطرح بکنیم و بحث کنیم که این رژیم یک پرانتزیست از تاریخ میهن ما و کسانی که به زور چماق و ثروت هایی که در اون میهن ما وجود داره، قدرت رو به ناحق به دست گرفتن، اینها نمی توانند با این روش های عهد حجر، نه قرون وسطایی، به کارشون ادامه بدن. مقاله رو می خوندم از آقای مجید محمدی، جامعه شناس. من خیلی به نوشته های آقای مجید محمدی علاقه دارم. این نوشته ها رو گاهی در سایت فردا میبینید شما یا در سایر سایت ها، و خود آقای محمدی هم در بحث های تلویزیونی به صدای آمریکا، بی بی سی و تلویزیون های دیگری شرکت میکنه، بحث های جالبی میکنه. از جمله آقای مجید محمدی در یک نوشته‌ای که در سایت رادیو فردا آمده، اشاره کرده که این رژیم فقط در حدود 15% از کسانی که حتی اونها هم ایمان چندانی به این رژیم ندارند بر سر پاست، به ضرب چماق، همونطوری که خدمتون عرض کردم، و به ضرب پول. در این نوشته مجید محمدی اشاره میکنه که در حقیقت انقلاب در داخل این رژیم داره انجام میشه و در مملکت. انقلاب هم حتما این نیست که شما بیاین در خیابانها و با حضورتون، حالا چه قهرامیز و چه آرام، یک رژیم رو وادار بکنید که عقب نشینی بکنه و ساقط بشه. مجید محمدی می نویسه که این رژیم در همون ابتدای شروع به کارش با اعدام دستندرکاران رژیم گذشته، اون اعدام های وحشیانه در روی، البته اینا رو من دارم میگم، آقای محمدی دیگه به این فرما اشاره نکرد، من فقط کلیت نوشته آقای محمدی رو خدمتتون میگم، بعد دیگه تفسیر خودمه. این رژیم در ابتدای کارش که خیلی هم مورد بحبه و چهچه بسیاری از سازمانهای سیاسی و روشنفکران مملکت ما هم قرار گرفت، در روی پشت بام مدرسه علوی تعداد بیشماری از دستندرکاران رژیم گذشته رو در دادگاه‌های یک دقیقه، دو دقیقه، به وسیله آدم‌های متحجر، عقب افتاده، خوناشام و ددمنش اعدام کرد. هویدا 13 سال در اون مملکت نخست وزیر بود. در یک دادگاه یک روزه یا دو روزه که ارازل و اوباش هم توی دادگاه بودن،
ریاستشان با اون خلخالی جانی بود و جز تماشاچی ها آقای هادی غفاری که حالا جز اصلاحاتچی هم هست، ایشون محکوم به مرگ شد. ولی قبل از این که حتی به میدان تیر برده بشه، آقای هادی غفاری اسلحه‌شو کشید از پشت زد تو سر هویدا و هویدا رو کشت. کسی که بایستی حداقل در یک دادگاه عادلانه محاکمه میشد با حضور وکیل مدافع، با حضور هیئت منصفه، حرفاش گفته میشد و شنیده میشد، ناگهان در هیچ کجای دنیا همچی چیزی شما نمیبینید همیهنان گرامی، که دادگاه اینطوری تشکیل بدن یا آدمی رو که 13 سال خاطره داره از اون حکومت و بیان دلایل خودشون رو بگن که آقا شما به این دلیل به این دلیل به این دلیل خیانت کردی، به این دلیل قانون اساسی رو ندیده گرفتی، به جای اینکه نخست وزیر باشی، پاسخگو باشی، هر چی راجع به تو صحبت میکردن تو میگفتی به من مربوط نیست، شاهنشاه باید جوابگو باشن، شاهنشاه فرمانده هستن. حالا از این حرفا که آقای عبیدا میزن، این صحنه های مشمئز کننده است از کشتن این مردی که بعد یاد یک دادگاه عادلانه محاکمه میشد. حالا نه تنها هویدا، بسیاری از فرماندهان ارتش، بسیاری از زمامداران دولت مردان رژیم گذشته به ناحق و در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون اینکه یک شرایط انسانی برای اینا فراهم بیاد، اینا رو بستن به تیر و کشتنشون. و سکوت مطلق در مورد سازمان‌ها و احزابی که تبع انقلابی گرفته بودن، اینا ریزش شد. از همون دقیقه ریزش این رژیم شروع شد. بعد کشتار در کردستان، کشتار در ترکمن صحرا، و اینی که رژیم متوجه شد و رهبر کبیرشون که باز کشتار و حذف فیزیکی مخالفان میشه مملکت رو، انقلاب اسلامی رو به ثمر رسوند و حتی صادر کرد و مملکت افتاد در دست کسانی که کوچکترین آگاهی نسبت به یک کار جمعی نداشتن، یک حکومت نداشتن. بازرگان اشاره میکنه در مصاحبه خودش با خانم اوریانا فالاچی و میگه آیت الله خمینی خیال کرده اداره یک مملکت هم مثل حوزه علمیه میمونه و مملکت رو میشه با وعده و وعید، اینی که برق رو مجانی میکنیم، آب رو مجانی میکنیم، نمیدونم اتوبوس رو مجانی میکنیم، با این حرفا خانه میدیم به همه کسانی که احتیاج به خانه دارن. و بعد نه تنها هیچ کدوم اینا تحقق پیدا نکرد، بلکه شرایطی به وجود اومده در مملکت ما که زنان و دختران ما، مردان و جوانان ما، عزیزترین عضو بدنشون رو یعنی کلیه هاشون رو میپرشن. یه گزارشی براتون بخونم عمیانان گرامی، تا به میزان فاجعه در اون مملکت بلازده ما پی ببرید. و هرچند همه شما میدونید عمیانان گرامی، تکرار مکرراته، ولی بد نیست اشاره بکنم. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش از 6 جوان که قصد فروش کلیه خود را دارند تهیه کرده. یکی از این جوانها حامد است که به خاطر مخارج عروسی قصد فروش کلیه خود را دارد. یکی دیگر از این جوانان سارای 21 سال است که برای هزینه دانشگاه خود قصد فروش کلیه را دارد. مسعود جوان دیگری است که به دلیل داشتن چک برگشتی و رهایی از طلبکاران قصد فروش کلیه دارد. مریم دختر 25 ساله که به همراه خواهرش
که 2 سال از خودش کوچکتر است قصد فروش کلیه برای تأمین هزینه بیمارستان مادر خود را دارند. فاطمه نیز برای تأمین بدهی شوهرش کلیهش را به فروش گذاشت. ایسنا در گزارش خود نوشته حامد دلش نمیخواهد برای گرفتن پول به کسی رو بزند. شاید هم میخواهد ولی میداند جواب مثبت نمیگیرد. پس کاری نمیکند. تنها امیدش شده همین یک کلیه. 12 میلیون تومان روی آن قیمت گذاشته، دقیقا همان مقداری که برای خرج عروسی و تهیه لوازم زندگی مشترک احتیاج دارد. به کسی هم نگفته که چنین قصدی دارد. نمیدانم، باید دعا کنم برای کلیهش مشتری پیدا شود یا نه. من اضافه میکنم. حسین فرجی. کلیه قیمتش رسیده به 2.5 میلیون همیهنانگیرو. برای این که عرضه زیاده، تقاضا کمتره. در برابر هر 4 نفر کسانی که کلیهشون میخوان بفروشن، فقط 1 نفر هست که کلیه میخره. برای همین هم قیمت افتاده پایین. این شرایط زندگی میهن ماست همیهنان گرامی. شرایط میهنی که رهبر کبیرشون گفت من برای شما خانه مجانی میسازم، برق مجانی، گاز مجانی، اتوبوس مجانی، همه اینها رو مجانی در اختیار شما میذارم. حالا طویله مجلسش میگه تورم و گرانی 60%، ولی دلغک معرکه احمدی نژاد میگه 10%، 50% اختلاف. و مردم بهت زده از اینکه هیچ کس نیست که بفهمه تو اون مملکت چه خبره. کارگران 14 ماه حقوق نمیگیرن، میان در برابر طویله مجلس تظاهرات میکنن، میگن ما 14 ماه 17 ماه حقوق طلب کاریم. این اراذل اوباش سپاهی و بسیجی، این کسایی که پول میگیرن برای اینکه به مردم چماق بزنن، میریزن اینا رو کتک میزنن، زندانیشون میکنن، خانواده هاشون هم میگیرن. مثل اوسانلو، مثل مددی، مثل هزاران معلم شرافتمندی که نه بهشون اضافه حقوق دادن، نه بازنشستگی دارن، نمیدونم ایدی طلبکارن، بسیاری از چیزهایی که قرار بوده بهشون بدن و دولت زده زیرش، میان تظاهرات میکنن، میگیرنشون، کتکشون میزنن، میبرن زندان. حالا آقای مجید محمدی یه جای اشاره جالبی داره، میگه اینا در همه زمینه ها باختن. در مشهد آقای محمدی میگه جایی که اجازه برگزاری کنسرت نمیدن، مرکز موسیقی رپه در مشهد. این گزارش های خود روزنامه های ایران آقای محمدی آورده. و بعد اشاره میکنه راجب مسائل دیگه، اما در اینجا یک ذکری هم از آقای دکتر مهدی خزعلی بکنم. هم میهنان گرامی گفتگوی کرده با روزنت آقای دکتر مهدی خزعلی. میدونید که او 40 روز اعتصاب غذای خوش کرد، حالش بسیار بد شد. پدرش میدونید که از اون فسیل های درجه 1 رژیم بنیاد قدیر رو راه انداخته، جزو شورای نگهبان بوده، در مجلس خبرگان جزو اون آیت الگنده ها میشینه. و دیدن مردن این و در حقیقت خودکشی او در زندان خیلی برای رژیم گران تموم میشه، آزادش کردن. یه مصاحبه کرده آقای خزعلی با روزنت، خیلی جالبه همیهنان گران. در این مصاحبه میگه نظام همه چی رو باخته، حتی زندان ها هم باخته. و میگه ما موقعی که از زندان با این زندانبان ها، نه اون شکنجه‌گرا که یه عده به خصوص هست، بقیه زندانبان ها، وقتی که ببینن این نگاه دوربین های داخلی روشون نیست، میان ابراز همدردی میکنن با زندانیان.
و به اونها میگن که ما هم طرفدار عقاید شماییم. اینو آقای مهدی خزعلی میگه همینان گرامی. و یه اشاره جالبی هم دوباره آقای مجید محمدی میکنه، میگه این اجتماع عظیمه دیگه، کارگردانان سینما و تئاتر که چه در مجامع ملی و چه در مجامع بین المللی از اعتبار بسیار برخوردارن، مثل عباس کیارستمی، مثل جعفر پناهی، مثل آقای فرهادی، اینا هیچ کدوم رو خط رژیم نیستن و خیلی هم ساز کوک مخالف میزنن، ساز مخالف میزنن. اما همون چند نفر بی سواد و هوچی و عقب افتاده ای که به اسم کارگردان اینا هستن، مثل سلحشور، مثل اون مردک جانی مسعود دهنمکی، اینا هم تازه بعضی هاشون در امان نیستن. از جمله اشاره میکنه به سعید سهیلی و محمد حسین فرح‌بخش. میدونید که همین ایام نوروز دو تا فیلم از اینا اومد و همین حزب، اینا خودشون حزب‌اللهی هستن. این آقای سعید سهیلی میگه آقا در اومده که ایشون خودش از کسانی بوده که حزب‌اللهی، خودش میگه، میگه من حزب‌اللهی هم، برای این رژیم زحمت کشیدم، رفتم تو خیابون‌ها آدم ها رو کتک زدم. نمیگه کتک، میگه ما در خیابان‌ها بودیم. دو تا فیلم اینا رو از اکران کشیدن پایین چون رژیم دیگه نمیتونه تحمل اینا رو هم بکنه. میخواد اون کارگردانان قلابی و باسمه‌ای هم نوکر نوکر باشن، مثل سلحشور، مثل دهنمکی و آدمای حقیری مثل شریفینی ها و یحیایی و از همین آدمایی که مورد نفرت مردمن و جلو رهبر که میرسن خودشون رو نرار میکنن و از مردم مسلمان و نمیدونم هنرمندان متعهد به ولایت صحبت میکنن. میگه حتی اینام دیگه در امانیستن. یه مقاله ای رو میخوندم، اون کسی که سناریوی فیلم های سریال این مردک مهران مدیری رو مینویسه، اون آدمی که خیال کرد با فحاشی به اپوزیسیون خارج از کشور و تلویزیون های خارج از کشور و فحش دادنش به همایون و شهرام همایون و خیلی های دیگه از این تلویزیون های اپوزیسیون میتونه جایی برای خودش باز بکنه. همین این کسی که سناریوی این سریال ها رو مینویسه میگه ما این سریال برره و نمیدونم خیلی قهوه تلخ و این چیزایی که قبلا پخش میشد الان دیگه مجوز نمیدن حتی اینا رو پخش کنیم. بسیاری از نوشته ها و ترجمه ها که در 3 سال پیش مجوز میگرفت الان دیگه نمیگیره. چرا؟ برای اینکه رژیم روز به روز بیشتر احساس میکنه باید فشار رو بیشتر و بیشتر بکنه، چون از هر چیزی، از هر نوشته‌ای میترسه، از هر شعری، از هر داستانی، از هر فیلمی، از هر نمایشنامه‌ای و از هر خبری. ببینید که هیچ چیزی رو نمیخواد بگذاره مردم آگاهی پیدا کنن. ماهواره ها رو جمع میکنن، اینترنت رو کن میکنن، تلفن ها رو کنترل میکنن، همه این امکانات رو روز به روز میریزن، هی این دیش ها رو جمع میکنن، میشکنن مردم رو تو این وضع بد اقتصادی، فشار اینطوری بهشون میاد. باز شما میبینید حتی در دور افتاده ترین دهات ایران مردم دیش میذارن و تلویزیون های خارجی نگاه میکنن. نمیشه آگاهی مردم رو کنترل کرد و جلوی اونا آگاهی گرفتن اونا رو گرفت. نمیشه در قرن 21 با این فناوری بسیار پیشرفته که روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین این انقلاب داره همین انانی گرامی
انجام میشه. یه عده مداح چاقوکش به تمام معنی، از جمله این آقای هلالی نامی هست که داماد خواهر نمیدونم احمدی نژاد، لات بی سر و بی پا. ایشون گفته این شاهین نجفی رو که $10,000 هم برای سرش جایزه تعیین شده، ما بالاخره کارش رو انجام میدی. گناه نجفی چی بوده؟ یه شعر خوانده که گویا آقایون اینه وصف کردن به اهل بیت. در آذربایجان اوروویژن داره انجام میشه، اینا فتوا صادر میکنن اونا باید کشته بشن. یک مقاله یه نفر مینویسه میگه در اسلام خیلی از مسائل سوال برانگیزه. آیت الله گنده های ایران، آیت الگنده ها، آیت العظما رو باید گوش، آیت الگنده حکم قتل اینا رو صادر میکنن. اوروویژن داره در آذربایجان چند روز دیگه اجرا میشه، آقایون فتوا صادر میکنن که در برابر این حرکت باید ایستاد. چرا اینطوری شده؟ برای اینکه یواش یواش اینا احساسشون اینه، بازی رو در داخل باختن، با این کارا سعی میکنن خودشون رو مطرح کنن. اینا که فریاد زندانیان ما رو نمیشنون، فریاد فقر و بیچارگی ملت ما رو نمیشنون، همینطور که گزارش فروش کلیه رو بهتون گفتم، ولی گوششون برای اینکه اوروویژن در آذربایجان برنامه اجرا میکنه یا در فلان کشور فلان حرف زده میشه بسیار حساسه، اعلامیه صادر میکنن. اینی که در فلان برنامه اینها به جایی که بگن شهادت حضرت فاطمه زهرا، گفتن وفات حضرت فاطمه زهرا. این اسلامو به خطر انداخته و آیت الگنده ها اعلامیه صادر میکنن، فتوا صادر میکنن. اینه دیگه همینان گرام. احمدی نژاد رفته در توس به مناسبت هفته فردوسی بزرگ که من دیشب یه برنامه، بیشتر برنامه هم اختصاص دادم به اون. نرفته در این برنامه شرکت کنه، گفتن هوا بده. یه عده زیادی از این اصطلاح مسئولین فرهنگی سفارتخونه‌های مثل تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، کشورهای عربی رفته بودن راجع به فردوسی، مقالات که راجع بهش حرف گوش کنن، کنفرانسی که در اونجا برگزار میشه، اون از طرف علاقمندان به فردوسی، کسی که هویت ایرانیان رو بهشون بازگردوند. احمدی نژاد رو بهش تشر زدن نریا، گفتن هوا بده، بارانیه. نرفته آقای احمدی نژاد. بله، من خیلی حرفای دیگه ای دارم، امروز پنجشنبه است و در روزهای پنجشنبه، اما یه چیزی رو باید بگم چون ارتباط داره با بحث من با آقای حسن زارزاده اردشی که الان میارم شوی خط باش صحبت میکنم. در ترکیه، دولت ترکیه، دولت آقای اردوغان یک کنفرانسی گذاشته، کنفرانس فرهنگی به اصطلاح. یه عده از زمامداران اران، یعنی آذربایجان به اصطلاح شوروی سابق، و یه عده از خود ترکیه، یکی دو تا هم آدمای خودفروخته رو جمع کردن به اسم اتحاد آذری ها، یعنی 22 میلیون آذری، 25 میلیون آذری که خود بنده هم شاملش میشه، در این کنفرانس شرکت بکنن برای جدایی ملت آذربایجان از ایران. شرم‌آوره واقعا، شرم‌آوره. ظلم فارس ها، حتی تاریخ هم نخوندن اینا. الان در ایران آقای رهبر روزخان ها، خب اینم آذریه دیگه، آقای موسوی آذریه، بسیاری از زمامداران که الان هستن آذری، در رژیم گذشته هم همینطور. من دیشب در برنامه هم گفتم تبریز مرکز ولیعهد نشین بود در ایران. برین تاریخ رو بخونید ببینید ما چند قرن ترکان
حالا نه آذری ها، بر مملکت ما حاکم بودن. شما برین در مازندران لهجه هایی هست که اصلا نمیتونید فکر کنید ناپارسیه، یا در گیلان، در بسیاری از شهر، اینا همه ملت شدن. حالا گفتگو میکنم با آقای اردشیر. خب اگه نیاد که وقت فرصت نیست، من فرصتی ندارم صحبت بکنم، برای اینکه من 10 دقیقه فرصت گذاشتم پنجشنبه برای آقای اردشیر و تقریبا 15 دقیقه برای آقای دکتر مسعود نقره‌کار. در هر صورت همیهنانی گرامی، این نمیدونم چی بگم. من واقعا وقتی که به این گزارش ها توجه میکنم، اینی که این همیهنان ما همشون مورد ظلم یه رژیم ددمنش عقب افتاده قرار گرفتن، فرق نمیکنه، کرد، بلوچ، آذری، عرب ایرانی و همه، فارس، گیلک، مازندرانی. این ظلم متوجه یک قوم نیست، این ظلم سراسری همیهنان گرامی. یه عده وحشی افتادن با جون ملت ایران، بنابراین نمیشه اینا رو جدا کرد و برای رفع ظلم ملت‌های متعدد درست کرد. یعنی چی؟ کدوم ملت‌ها؟ من نمیدونم. آها، اوکی. آقای اردشیر، درود بر شما. درود بر شما آقای فرزی عزیز. این گزارش آخر من گوش کردید آقای اردشیر در مورد کنفرانسی که در ترکیه تشکیل شده بود برای ملت آذربایجان، گوش کردید این گزارشو؟ نه متاسفانه آقای فرزی، من روی خط نبودم، متوجه نشدم. اگر در هر صورت حالا این گزارش که من میپردازیم به مسئله بعدی آقای اردشیر گرامی و اون مسئله اعلامیه ایست که از طرف دانشجویان دانشگاه‌های ایران صادر شده در مورد این فشارهایی که در به دانشجویان وارد میاد و بسیاری از اینها را از دانشگاه‌ها اخراج میکنن و این برای اولین بار در دنیا همچین اتفاقی میفته، روز به روز هم داره بیشتر و بیشتر میشه. در این مورد خواهش میکنم اگر توضیح دارید بفرمایید. خواهش میکنم آقای فرجی، حتما. ببینید، یک بیانیه بود از طرف شورای دفاع از حق تحصیل در ایران صادر شده. این شورا در واقع ترکیبی از دانشجویانی هستند که در ایران در ارتباط با دفاع از حقوق دانشجویانی که از دانشگاه ها محروم می شدن، به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد فعال شدن و در این چند وقت چند سال خیلی زحمت کشیدن و اعضای اونها مرتب درگیر زندان بودن. یعنی خود این دانشجویان هم که در از حقوق دانشجویان محروم از تحصیل دفاع می‌کردن، بعضی هاشون زندانی شدن، از دانشگاه محروم شدن، مشکلاتی براشون به وجود اومد. الان هم تعدادی از این دانشجویان این گروه در زندان هستن که دانشجویان فعال و شناخته شده هستن، مثل مهدی گلرو که در تهران زندانی هست، آقای مجید دوری و سید ضیاء نبوی. این دو تا دانشجو هم تبعید شدند به زندان کارون اهواز و به زندان بهبهان و حکم‌های سنگین دارند. البته من اجازه بدید این مژده‌ام بدم که خوشبختانه مهدی گلرو آزاد خواهد شد، البته بعد از تحمل حکمش، یعنی یک هفته دیگه ایشون حکمش تموم میشه و آزاد میشه. امیدوارم که پرونده دیگه‌ای برایش باز نشه و بتونه بیاد بیرون، چون اینا هر وقت که یکی از این بچه‌ها می‌خواد آزاد بشه یه پرونده جدید دوباره میارن بالا و چند تا اتهام جدید و برخوردهای جدید و نگه میدارن در زندان. ولی امیدوارم این اتفاق نیفته و بعد این همه مدت مهدی گلرو بتونه هفته دیگه از زندان آزاد بشه و امیدوارم همه دانشجویان آزاد بشن. در ارتباط با مجید سیدیای نبوی که عضو این گروه هستم، یه نکته رو من بگم بعد پردازم به بیانیه این گروه، که یکی از نمایندگان مجلس آلمان استفان بیانیه‌ای رو یا نامه‌ای رو نوشته به کنسولگری ایران در آلمان
رسمان اعلام کرده که میخواد سید ضیاء نبوی رو ببینه. سید ضیاء نبوی واقعا یکی از این دانشجویان برجسته بوده که در ایران خیلی زحمت کشیده و واقعا در حمایت از او هر کاری بکنیم کمه. این نماینده مجلس خواستار این شده که سید ضیاء نبوی رو ملاقات بکنه و رسما از مقامات جمهوری اسلامی این رو خواستار شده و این اتفاق در واقع با همکاری نهادهای حقوق بشری ایرانی در آلمان اتفاق افتاده. در واقع اگر ما در کشورهای مختلف تلاش ها رو ادامه بدیم نشون میده که ثمر بخشه. کوتاهی نکنیم، فکر نکنیم فایده ای نداره. از دوستانی که در آلمان این کار رو کردن قدردانی میکنم. همین کار رو ما در جایی که داریم انجام میدیم. دو سه روز پیش من در همین پریروز من در پایتخت کانادا بودم در اتاوا، چندین دیدار داشتم با مقامات، با دو تن از نمایندگان مجلس هم این مسئله رو در میون گذاشتم که قرار هست به زودی در مورد زندانیان سیاسی اکسیونی در پارلمان کانادا شکل بگیره که برنامه خیلی مفصلی خواهد بود. بنابراین هر جا هستیم ما باید که در این زمینه تلاش بکنیم. خاک بر سر نمایندگان مجلس ایران که یک نماینده مجلس آلمان باید بیاد از سید ضیاء نبوی حمایت بکنه، از دانشجویان زندانی حمایت بکنه. همین چند هفته گذشته که کمپین دفاع از دانشجویان زندانی راه افتاد، خیلی از این خارجی ها اومدن حمایت کردن، در حالی که تو ایران دانشجو رو میبرن زندان. همین نمایندگان مجلس میگن که دانشجو فتنه‌گر آشوب طلب وابسته است، به جای اینکه نماینده مردم هم در مجلس شدن نماینده ولی فقیه در مجلس. و مجلس ما برعکس همه چی اصلا که مملکت ما سیستم سیاسی حقوقی و قضایی ما همه چی وارونه است، هیچ چیزی درست عمل نمی کنه. و به هر حال این نماینده مجلس حمایت کرده و این دانشجویان، یعنی اون تعدادی که بیرون از زندان هستن، یک آماری رو در ارتباط با دانشجویان محرم از تحصیل منتشر کردن، البته در چند سال گذشته، و عنوان این بیانیه هست که شورای دفاع از حق تحصیل به آپارتاید آموزشی مستمر نهادمند و برنامه ریزی شده خاتمه دهید. یعنی معتقد شورای دفاع از حق تحصیل که این برخوردها برنامه ریزی شده و هدفمنده و از روی سیاست خاصی اعمال میشه. همین چند وقت پیش همین وزیر علوم گفت که این دانشجویانی که در فتنه درس داشتن باید با همشون برخورد بشه، باید با همشون زندانی بکنن. یعنی یک اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی که دیگه هر دنبال حق قانونی و مشروع خودش هست میشه فتنه‌گر و جاسوس از نظر اینها. و بعد همون رویه بر اساس همون دستور ما در امور آموزش اداری دیدیم که با دانشجویان برخورد کردن و الان هم دوباره باز یک سری از دانشجویان رو از ادامه تحصیل محروم کردن. و این دوستانی که در دانشجویان عزیز که در شورای دفاع از حق تحصیل با این همه مشکلاتی که در این چند سال داشتن به گیر ببند و زندان، باز همچنان تلاش میکنن در چند در واقع قسمت گزارش رو تقسیم بندی کردن. یکی با این عنوانه: دولت به دنبال اجرای انقلاب فرهنگی دوم هست. دو، دنبال اعمال مستمر و نهادمند و برنامه ریزی شده برای تبعیض آموزشی هست. سه، دنبال ستاره‌دار کردن دانشجویان هست برای اینکه میخواد قانون رو در این زمینه بذاره کنار. بعد مسئله بعدی واقعه این محرومیت های دانشجویان حق تحصیل رو مصداق جنایت آپارتایدی دونسته. و بعد هم یه گزارشی از دانشجویان محروم از تحصیل که در زندان هستن و البته آقای فرازی اینقدر آمار این دانشجویان محروم از تحصیل بالاست، من نمیدونم واقعا در مورد کدومشون صحبت بکنم، راجع کدوم دانشگاه بگم. و این هم بگم که خیلی از آمارهایی که میاد بیرون در واقع نسبی هست، یعنی آمار خیلی فراتر از اون چیزیست که ما داریم. مثلا دانشگاه امیرکبیر همیشه درگیر مسائل دانشجویی هست و این مشکلات دانشجویان همیشه اونجا وجود داشته.
من یادمه که یه بار ما یه گزارش منتشر کردیم که یک سری دانشجویان اونجا به کمیته های انضباطی و حراست احضار شدن، یک سریشون از تحصیل محروم شدن. وقتی به یک سری دوستانی مراجعه کردیم که اسامی اونها رو اضافه کنیم، نگران بودن، میگفتن که این کارو نکنید شاید ما این مشکل تحصیلمون حل بشه. یعنی ببینید خیلی ها تو این آمارها هنوز نیستن و ما با اینها صدها دانشجوی محروم از تحصیل رو داریم، صدها دانشجوی که لیسانس گرفتن و الان اجازه ندارن که به مقاطع بالاتر برن. نکته دیگر این که اخیراً این دانشجویان رفتن به ادارات آموزش عالی پیگیر این وضعیت شدن که من اینو با تعدادی از خود دانشجوانم صحبت میکردم، گفتن دیگه مثل سابق کارنامه هم نمیدن، یعنی سابقه تحصیلیت رو هم نمیدن و نمیدن چرا. قبلا میرفتن اونجا کارنامه میگرفتن، یه کاغذی میدادن، گفتن به این دلیل شما محرومی و یا اجازه ادامه تحصیل ندارید. گفتن ما حتی در کنکور شما هم دستکاری میکنیم به شما نتونیم دلیلی پیدا بکنیم که بگیم که ما چرا ما از تحصیل محروم شدیم. ببینید در کجاها این سیستم میره دستکاری میکنه، یعنی کنکور ما هم عادلانه نیست در این مملکت و ما با یک چنین وضعیت آموزشی ناعادلانه و تبعیض‌آمیزی کسانی روبرو هستیم. آقای فرجی عزیز، شیر گرامی، تا هفته دیگه که باز با هم دیگه صحبت کنیم، سپاسگزارم ازتون. خب همینان گرامی، به قسمت دیگه برنامه میپردازیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار، دوست بسیار گرامی، در مورد مسائل مربوط به، اجازه بدین، این فتواهای جدید آیت العظماها، آیت الگندها. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. من اشاره کردم دکتر نقره‌کار عزیز به این مسئله فتواهای این آیت الگنده ها در مورد مسائل مختلف، از جمله شاهین نجفی، از جمله در مورد آذربایجان. اول صحبتم، حالا دوباره این مسئله رو با شما مطرح می‌کنم، این جریان چیه؟ این فتواها یعنی چی؟ و اینا آیا واقعاً از نظر مذهبی اجازه دارن که علاوه بر این که فضولی می‌کنن در کار ایرانیان، به تمام مسائل جهانی هم بپردازن؟ بله، هر روزیتون که این صدور فتوای قتل برای شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ، که خب میدونید تا به حال از سوی سه آیت الله اعلام شده و تایید شده، $10,000 هم جایزه تایید، آیت الله همدانی در واقع تایید کردن و همینطور خب قاتلان هم اعلام کردن که آماده هستن که این امر رو انجام بدن. صدور این فتوا و فتوایی که حالا من اونجا اشاره میکنم، شما هم یه اشارهی داشتید به در رابطه با اون نویسنده آذربایجانی، صدور این فتاوی نشون میده واقعا که در جامعه ما مسئله اهمیت آزادی اندیشه و بیان و نقض اون توسط حکومت اسلامی رو میدونید که حکومت اسلامی طی این سه دهه جزو ناقضین و نقض کننده های آزادی اندیشه و بیان در جامعه بوده و نه فقط در جامعه خودمون، حتی در سطح بین المللی هم به خودش اجازه داده این کار رو بکنه. البته واژه نقض به گمان من واژه رقیقی است برای کاری که حکومت اسلامی میکنه. فلواقع سلاخی و ضد شرعی آزادی اندیشه و بیان رو حکومت تا به حال پیش برده. خب آزادی که در واقع از اساسی ترین حقوق در واقع حقوق بشری است و خب جمهوری اسلامی هم ظاهرا اون رو قبول کرده و میدونید که در قانون اساسی هم ادعا میکنه که به آزادی اندیشه و بیان احترام میذاره، مگر یا مشروط بر این که مخل مبانی اسلام نباشه. در هر حال صدور این فتوا به این خاطر که آقای شاهین نجفی به مقدسات این حضرات توهین کرده، خب یکی دیگه از اون سلسله کارهاییست که حکومت اسلامی تا به حال
بارها مرتکب شده و این آخرینش هست که متاسفانه به یه شکل خیلی بدی این رو و خیلی سریع اعلام کرده و پشتش ایستاده. میدونید که این نوع فتواها در تاریخ ما تازگی ندارن. بله. در واقع با این تعبیر که میدونید فتوا رو در لغت به معنی روشن کردن ابهامات تعریف کردن و خب خود فقها برداشتشون و تعریفشون این هستش که بیان حکم خدا به وسیله فقیه، یعنی خودشون رو در اون جایگاه قرار میدن و اون حکم و حکم خدا میدونن، حکم الهی میدونن و صادر میکنن. جلبات خب به گفته خودشون با استناد به کتاب و سنت و عقل و اجماع و این بحث هاست. و خب این در تاریخ ما تازگی نداره. حتی قبل از میدونید حمله اعراب به ایران، ما متاسفانه از سوی مغان زرتشتی و روحانیون زرتشتی مسئله به نام فتوای صدور قتل داشتیم، ولی بعد از اون، یعنی بعد از حمله اعراب به ایران و آمدن مسلمین و اشغال سرزمین ما، اصلا به شکل وسیعی این مسئله از سوی فقها مرعی و جاری بوده. میدونید دوره سلطان محمود غزنوی یا اون چه که ما شاهد بودیم، آنچه که شاه شجاع پسر امیر مبارز دین محمد انجام میداده یا ملک محمد سلجوقی که راحت اینها میکشتن در تاریخ ما و اعلام میکردن، یا محمد سلجوقی میدونید اعلام میکرده من هرگز هیچ کس را نکشتم الا ائمه فتوا دادن که اون کشتنیست. ما این دیگه تو تاریخ خودمون داشتیم و بعدها هم حتی در این دهه های اخیر میدونید فتوایی که در مورد قتل ملا نصرالدین توسط سران به اصطلاح ترقی خواه روحانیت مشروطه خواه که جلیل محمد قلی‌زاده رو مدیر روزنامه ملا نصرالدین رو میدونید که فتوای قبلش رو صادر میکنن و کسی مثل آیت الله خراسانی و آیت الله مازندرانی این کار رو میکنه، نه شیخ فضل الله نوری یا حاج میرزا احمد آقا مجتهد. فالواقع بعد هم ما قتل کسروی رو داشتیم که میدونید اونجا هم باز در واقع فتوای روحانیت پشتش بوده، و تا میرسیم به این حکومت اسلامی که خب ما فتوای زیادی رو در واقع داشتیم که باعث قتل بسیاری از روشنفکران و دیگر اندیشان و مخالفان سیاسی و عقیدتی حکومت شده. میدونید قتل‌های زنجیره‌ای با فتوای حضرات انجام شد، فتوای همون قتل‌های محفلی که بعدها اون قاتلین خودشون میگن حتی از طرف آیت الله مصباح حکم چیزو داشتن که حکم قتل عده‌ای از آدم‌های واقعا بی‌گناه رو داشتن، یا فتوای قتل کشتار بزرگ سال 67. میدونید اون فتوا در واقع میشه گفت یک نقطه عطفی در فتاوی بوده که در رابطه با کشتار دیگر اندیشان صادر میکنه و قبح همه چیز رو میریزه. خمینی با اون فتوایی که علنی میشه و کشتار به اون در اون سطح و در اون ابعاد مطرح میکنه، و بعدم همونطور که شما اشاره کردید نه در حد ملی، میدونید همون بهمن ماه سال 67 خمینی فتوای قتل سرما رشدی رو صادر میکنه و خب همینطور این مسئله ادامه پیدا میکنه تا همونطوری که شما هم گفتید آیت الله فاضل لنکرانی میدونید فتوای قتل نویسنده آذربایجانی رافق تغییر رو مطرح میکنه. در هر حال میخوام بگم که این نوع برخورد با برخورد دگراندیشی و اصلا آزادی اندیشه و بیان در جامعه ما سابقه داشته، منتها حکومت اسلامی واقعا این رو به شکل اوریانتری این روزها و در طول این سه دهه اصلا عنوان کرده و متاسفانه پیش برده و آزادی بیان و اندیشه رو در جامعه ما به این صراحت فلواقع نقض کرده که من گمان میکنم که جا داره واقعا در مقابل این نوع فتاوی و این نوع برخورد ایستاد. البته من همینجا اشاره بکنم متاسفانه من امروز که خیلی از این مطالب رو مرور میکردم دیدم که اصلاح طلبان بسیاری از اصلاح طلبان در خارج از کشور
با این مسئله فتوای قتل برخورد داشتن، ولی واقعا یک برخورد به نعل و به میخ زدن و به نوعی در واقع آقای شاهین نجفی رو به خاطر اینکه به مقدسات مردم توهین کردن مورد میدونید سرزنش قرار دادن، ضمن اینکه به هر حال اون جایگاهی رو که باید برای آزادی بیان و اندیشه قائل بشن باهاش خیلی ضعیف برخورد کردن. خب این هم جای تأسف داره که در بخش اپوزیسیون در خارج کشور به هر حال یک طیفی با این دست مسائل برای جنایتکارانه به این شکل برخورد میکنن. دکتر نهرکار عزیز، میتونی برای بیننده ها و شنونده های ما بگید که این آقای شاهین نجفی در این ترانه که اجرا کرده چه توهینی به ائمه اطهار کرده؟ والا من که ترانه رو چندین بار گوش کردم متوجه توهینی نشدم. آخه میدونید الان اینا توهین به مقدسات هم که تر میکنن، هم مفهوم و واژه توهین برها تفسیر برداره و تعبیر شدنی و هم مقدسات. اون چی که شاهین نجفی در این ترانه‌ای که به خونده طرح میکنه یا اون شعرهایی که مطرح میشه به نوعی در واقع نقد مسائل روزه، انتقاد مسائل روزه، در واقع مشکلات جامعه رو مطرح میکنه و با اون به هر حال با اون سبک و روش خودش امام دهم یعنی امام نقی یا امام هادی رو خطا قرار میده که آقا برقال یه فکری بکن، اون امام زمان که خواب، اقلا شما که خواب نیستی یک چاره بیاندیش برای اینکه این برقال طرفداران و همپیمانان شما این جامعه رو به چه فلاکت و بدبختی رسونن. به گمان من بیشتر یک برخورد انتقادی است با مجموعه مسائل روز بتا تو اون قالب. ولی میدونید که این صدور فتواها، حالا آقای شاهین نجفی نه کس دیگری، در یک مقاطعی واقعا استفاده های سیاسی و نمیدونم استفاده های ابزاری توی زمینه هایی داره و الان هم من گمان میکنم که خود حکومت اسلامی برای یک استفاده ابزاری از همین مسئله فتوا این مسئله رو مطرح کرده، بزرگ میکنه و هر روزی آیت اللهی دوباره میاد جلو و اینو تایید میکنه. من فکر میکنم درست هم حالتی که به یاد دارید در موضوع سلمان رشدی، ماجرا بعد از جنگ بود، بعد از کشتار 67 بود، بعد از بحران‌های اقتصادی اجتماعی بود، یک جوری خمینی میبایست ذهن توده مردم و ذهنیت جهانی رو به یه سمت منحرف میکرد. بلافاصله در مورد کتابی که اصلا نخوانده بود، نه سواد خواندن و نوشتنش رو داشت و نه خوانده بود، بله، اون مطرح کرد که نویسندهش محدود الدم هست و اون بساطی که راه افتاد. خیلی سپاسگزارم دکتر نهرکار عزیز، تا هفته آینده که باز دوباره صحبت خواهیم کرد با هم. من از شما سپاسگزارم. همینان گرامی، من خطابم به هنرمندانه، به خوانندگانه و به همه ایرانیانی که در خارج از کشور هست. آقای شاهین نجفی رو باید در این شرایط ازش دفاع کرد. شاهین نجفی در آلمانه، در شهر کلن، شهری که من 37 سال توش زندگی کردم، تحت به اصطلاح نظر پلیسه، پلیس داره ازش محافظت میکنه، پلیس آلمان. ولی این وظیفه اخلاقی هنرمندان ماست، تمام این خواننده ها، تمام هنرمندان ایرانی که در خارج از کشور حداقل هستن، اونا که در داخل نمیتونن بگن، باید اعلامیه بدن، باید دفاع کنن از شاهین نجفی. این که نمیشه چند تا آیت الگنده بیان یه آدمی رو مرتد اعلام کنن، برای سرش $10,000 نمیدونم جایزه تعیین کنن، آدمایی مثل هلالی و ارضی و نمیدونم فلان و اینا بیان بگن ما به زودی کله ایشون رو خواهیم برید و سرش رو خواهیم برید، هیچی هنرمندان ما هیچی نگن، صحبتی نکنن، ایرانیان مقیم خارج صحبتی نکنن. خب برنامه من داره به پایان میرسه همینان گرامی. فردوسی شماره جدیدش به سردبیری عباس پهلوان منتشر شد. فردوسی رو با زحمات زیادی که عباس پهلوان میکشه، از بهترین نویسندگان با عقاید مختلف، ممکنه شما با خیلی از عقاید عباس پهلوان موافق نباشید، ولی یه مجله‌ای در اختیار شما قرار میگیره هر هفته که بسیار مجله پرباری هم میانون گرام. این مجله فردوسی رو بخونید، به عباس پهلوان برای این کار بزرگ فرهنگی و مطبوعاتیش کمک بکنید. عسل پهلوان، دختر عباس عزیز،
بسیار زحمت میکشه و در خور واقعا تشکر این دختر، این دختر جوان، خودش و شوهر نازنینش تمام وقتشون رو گذاشتن برای کمک به عباس پهلوان، برای که بتوانه این مجله پربار فردوسی رو هر هفته سر موقع منتشر بکنه. سپاسگزارم همیهنان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.